شاید یکی از پردرخواست‌ترین موضوعات کاربران کانال در بخش نظرات ویدیوها اطلاعات درباره قوم هزاره بوده. اینکه از کجا اومدن، چه بلاهایی سرشون اومده و کلاً بیان تاریخ اتفاقات قوم هزاره است که ما می‌خوایم توی این ویدیو درباره این موضوع صحبت کنیم. درباره اینکه مردم هزاره از کجا اومدن، با کدوم یکی از نژادهای بشری پیوند می‌خورند و آیا از قدیم در افغانستان بودن یا اینکه بعداً اومدن، حرف و حدیث و احتمالات زیادی بیان شده. یه عده میگن هزاره‌ها بقایای لشکر چنگیزخان مغولن و یه عده هم میگن که اونا از همون اول در افغانستان بودن و جزو اقوام اولیه و قدیمی توی اون منطقه. در واقع تشخیص این که کدوم گروه درست میگن و کدوم گروه مغرضانه یه سری مسائل رو بیان میکنن کار واقعا سختیه. به خاطر همین ما برای اینکه سیر تاریخی و حوادث هزاره ها رو بخوایم درست بررسی کنیم، کتاب پژوهشی در تاریخ هزاره ها نوشته حاج کاظم یزدانی رو انتخاب کردیم. اما از اونجایی که خود نویسنده از اقوام هزاره است، ممکنه این تردید به وجود بیاد که مطالب رو یک طرفه نوشته و قابل اعتماد نیست این مطالب. اما در واقع یعنی اینجوری بگم که تردید به جایی هم هست، ولی در این موضوع یعنی در این اثر نویسنده نظرات موافق و مخالفان رو به خوبی اومده بررسی کرده و دلایل خودش رو هم برای رد یا تایید بقیه نظرات گفته. با این حال لطفاً اگه منبعی میشناسید که این مطالبی رو که ما داریم میگیم یعنی میخوایم بگیم رو نقض میکنه، به همون بگی تا بتونیم مطالب رو اصلاحشون کنیم. البته اینو هم اضافه کنم که بخشایی از کتاب‌های هزاره‌های افغانستان نوشته سید عسکر موسوی و کتاب تاریخ ملی هزاره اثر تیمور خانوف هم برای گردآوری مطالب استفاده شدن. خلاصه این که سعی کردیم مطالب رو از چند تا کتاب مختلف بررسی کنیم. پس حالا بریم از لابلای این کتاب‌ها دنبال پاسخ سوالمون بگردیم که هزاره‌ها چه کسانی هستن؟ مردم شناسان، قوم شناسان و مورخان درباره منشأ هزاره‌ها نظریه‌های مختلفی رو ارائه کردن که میتونیم تمام این نظریه‌ها رو توی سه تا دسته تقسیم بندی کنیم. نظریه اول میگه که هزاره‌ها بومی منطقه‌اند و محققان زیادی هم از این نظریه حمایت کردن. نظریه دوم میگه که هزاره‌ها باقی مونده و بازمانده‌های لشکر مغول هستند و سومین دیدگاه هم میگه که هزاره‌ها تلفیقی از نژادهای مختلفند. البته بجز محققین، خود مردم هزاره‌ها هم تقریبا بین همین سه تا نظریه موندن. یعنی هزاره‌هایی رو دیدم که با افتخار میگن نژاد مغولیم، ما شجاعیم و دلیریم و به این مسئله افتخار میکنن، و در مقابل گروه دیگه ای از هزاره ها هم هستن که اگه بهشون بگید شما باقی مانده قوم مغول هستید ناراحت میشن و میگن ما از بومی های منطقه ایم و بعدها بود که مغول ها به این مناطق اومدن. یعنی این سردرگمی حتی بین خود هزاره ها هم وجود داره و متاسفانه خیلی ها هم با برخی صحبت ها و واکنش ها قصد تحریک اقوام مختلف رو نسبت به همدیگه دارن که فعلا به این موضوع اصلا نمیخوایم بپردازیم. اولین بار محقق فرانسوی جی پی فریر در قرن 19 این نظریه رو مطرح کرد. اون عقیده داشت که هزاره ها از زمان اسکندر مقدونی در افغانستان امروزی زندگی میکردن و برای اثبات حرفش از شرح جنگ های اون دوره بر اساس نوشته های مورخ یونانی یعنی کنتیوس کورتیوس استفاده میکنه و مردم توصیف شده در اون نوشته ها رو نیاکان هزاره های امروزی میدونه. بعدها و در قرن 20 محققای افغانستانی هم مثل عبدالحی حبیبی این نظریه رو تایید میکنن و با کمک یک سری شواهد زبانشناختی نظریه بومی بودن هزاره ها رو اثبات میکنن. مثلا حبیبی میگه که نام هزاره پیش از اشغال مغول هم وجود داشته و برای اثبات این حرف از نوشته های هیوانگ تسونگ یعنی همون جهانگرد مشهور چینی که در سال 644 میلادی به هند رفته بود کمک میگیره. این جهانگرد چینی توی نوشته هاش از منطقه به اسم حوصاله اسم میبره و در همین دوران بطلمیوس هم از سرزمینی توی این منطقه یاد میکنه به اسم اوزاله که به نظر حبیبی حوصاله و اوزاله هر دو اشاره به یک مکان دارن که اولی اسم چینی و دومی یونانی همون منطقه است که هر دو هم اشاره به اسم هزاره دارن. پس با این توضیحات نام هزاره منشأی پیش از مغول داره و ربطی به دوره مغول ها نداره.
اما به جز این مورد، حبیبی باز هم از نوشته های تسونگ، یعنی همون جهانگرد چینی، استفاده میکنه. تسونگ توی بخشی از نوشته هاش وقتی با یکی از شاهان برای جمع آوری مالیات در مرکز افغانستان امروزی میره، به قوم سرسختی برمیخوره که از لحاظ ظاهر شبیه چینی ها بودن. اما حالا این مسئله چرا اینقدر مهمه؟ یعنی اینکه ظاهر اون قوم شبیه چینی ها بوده چرا باید اینقدر اهمیت داشته باشه که حبیبی بخواد از این نکته استفاده کنه؟ در واقع مردم هزاره از لحاظ ویژگی های فیزیکی کمی متفاوت تر از بقیه مردم افغانستان هستند. اونا برخلاف اغلب اقوام افغانستان چشمانی بادومی دارن و این مشخصه نشون میده که بیشتر شبیه نژاد زرد هستند. اصلا به خاطر همین ویژگی های فیزیکی این همو حرف و حدیث درباره این مردم وجود داره. احتمالا همه هزاره ها رو بشناسید، یعنی بتونید از نظر ظاهری تشخیصشون بدید که یک شخص آیا هزاره هست یا نه. توی تصاویر هم میتونید ظاهر فیزیکی هزاره ها که از نژاد زرد هستن رو ببینید. اما به جز ظاهر، هزاره ها ویژگی های دیگه هم دارند. زبان هزاره ها فارسی دری و مذهب بیشتر اونها هم شیعه است. هم شیعه 12 امامی و هم شیعه اسماعیلی. با این وجود گروهی از هزاره های سنی هم هستند. در واقع زبان فارسی، مذهب شیعه و نژاد زرد کلمات کلیدی هستند که میشه هزاره ها رو بر اساس اونها تعریفشون کنیم. بگذاریم. پس تا اینجا این نظریه رو بررسی کردیم که هزاره ها بومی مرکز افغانستان هستند و خیلی بیشتر از مغول ها اونجا حضور داشتند. در ادامه این نظریه حبیبی میگه که معنی خود کلمه هزاره هم که یک کلمه قدیمی آریایی خوشدل میشه و ترجمه فارسی کلمه مغولی مینگ به معنی هزار نیست. دومین نظریه میگه که هزاره ها بازمانده های مغولن، یعنی بازمانده های لشکر مغولن. ظاهرا اولین کسی که نوشته هزاره ها از بقایای سپاهیان مغولن، ابوالفضل علامی، مورخ دوره اکبرشاه، یعنی سومین و بزرگترین شاه گورکانی هنده. اکبرشاه بین سالهای 1556 تا 1605 میلادی همزمان با شاهان صفوی، یعنی تا اوایل دوره شاه عباس، بر هند حکومت میکرد. مغول ها هم که حدوداً در سال 1230 به این مناطق اومده بودن، یعنی بعد از حدود 350-60 سال بعد از اولین ورود مغول ها به منطقه، برای اولین بار این مطلب گفته میشه که هزاره ها بازماندگان مغول در افغانستان هستند. آرمینوس وومری، مونت استوارت الفنستون، الکساندر برونس و چندین محقق دیگه از طرفداران این نظریه هستند. اما در رد این نظریه، رشید الدین فضل الله، تاریخ نگار دوره مغول، هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه که چنگیز یا هر کدوم از سردارانش دستور داده باشن تا مغول‌ها در مناطق فعلی افغانستان ساکن بشن. در واقع بیشتر طرفداران این نظریه به خاطر شباهت ظاهری هزاره‌ها به مغول‌ها، اونها رو بازمانده‌های ارتش مغول می‌دونن. اما حاج کاظم یزدانی توی کتابش میگه عموماً خاورشناسان فرانسوی این نظریه رو رد میکنن، ولی برعکس خاورشناسان انگلیسی اکثرا این نظریه رو تایید میکنن. دلیل این تایید رو هم این میدونه که انگلیسی ها در زمان تسلطشون بر هند نظر استعماری داشتن و با هر وسیله میخواستن که زمینه درگیری های قومی و مذهبی رو توی مردم به وجود بیارن. به خاطر همین بیشتر نظرات انگلیسی ها رو غیر قابل اعتماد میدونه. اما به جز این نظریه بین خود هزاره ها هم طرفدارانی رو داره، مخصوصا بعد از قتل عام های عبدالرحمن خان از طریق سازمان هایی مثل تنظیم نسل نو هزاره که در کویته پاکستان ساکن هستند، تلاش هایی برای اثبات این نظریه شده. هزاره های پاکستان معتقدند هزاره ها نه تنها بازماندگان سربازان مغولند، بلکه در واقع چنگیز خان هم جد مستقیم اونها. سومین نظریه میگه که هزاره ها نژاد مختلفی دارن. بر اساس این نظریه هزاره ها تنها بازماندگان ترک ها و مغول ها و یا فقط مغول ها نیستن، بلکه ترکیبی از این دوتا و بقیه اقوام مثل تاجیک ها و افغان ها و بقیه هن. این نظریه اول توسط فرانس شورمان آمریکایی در سال 1962 ارائه شد. بر اساس این نظریه نام هزاره طی قرون 14 همچنان برای اشاره به صحرانشینان به کار می‌رفت
که در جنوب شرقی ایران و حتی جنوب غربی افغانستان بودند. یعنی گروه های قومی مثل نیکودری ها، نوروزی ها، جرمایی ها و حتی افغان ها همه شامل این نام هزاره می شدن. به عبارت دیگه هزاره به گروه قومی، قبیله یا نژاد خاصی گفته نمی شد، بلکه این نام به عنوان یک اصطلاح اجتماعی به کار می رفت. بعدها بعضی از این صحرانشینان طی دوران امیر تیمور و بابر به سمت شرق مهاجرت کردند. عده دیگه به نام نیکودری ها به سمت غور رفتند و بعضی دیگه هم در امتداد رود هیرمند به سمت کوههای غرب کابل که میشه هزارجات امروزه رفتند و اینجوری در زمان سلطنت بابر بود که مردمی با عنوان هزاره شکل گرفت. اما یک نظر دیگه درباره این اختلاط نژادی هم هست که میگه هزاره ها مغول یا ترک خالص نیستن. این نظریه میگه سربازان مغول که اغلب جغتاییان هستند در زمانهای مختلف، یعنی بین 1229 تا 1447 میلادی وارد افغانستان میشن و در قرن 16 مردمانی رو تشکیل میدن که هزاره نام میگیرن. این سربازان که یا مجرد بودن و یا همسران خودشون رو نیاورده بودن با زنان بومی تاجیک نواحی مرکزی افغانستان و اطراف اون مناطق ازدواج کردند و این ازدواج ها و خیشاوندی ها با تاجیک های دارای منشأ ایرانی و پارسی زبان بر زبان این تازه واردان اثر میذاره و گویش جدید فارسی به نام هزارگی رو به وجود میاره. نظریه که این هم طرفداران خودشو داره. پس تا اینجا چند تا نظریه رو با هم مرور کردیم و گفتیم که چنین صحبت هایی درباره قوم هزاره و خود کلمه هزاره هست. نظریه هایی که گاهی کاملا متضاد همدیگر و همدیگر رو نقض میکنن. جالبه قضیه اینه که همه افرادی هم که این نظریات رو دادن محقق و تحصیل کرده و صاحب نظرن و این کار رو برای انتخاب نظریه درست سخت‌تر میکنه. در واقع هنوز هم میتونیم بین این نظریه ها و گفته های افراد مختلف بچرخیم و ببینیم که چطور همدیگر رو نقض میکنن و ببینیم که کی در چه شرایطی چی گفته و آخر سر هم نفهمیم که هزاره ها دقیقاً کیه. چرا چهره شبیه مغول ها دارن و اینکه چرا زبانشون فارسیه و مذهبشون هم شیعه است. سید اسکر موسوی نویسنده کتاب هزاره های افغانستان میگه اینکه بخوایم روی کلمه هزاره تمرکز کنیم و بگیم این کلمه باستانی بوده یا اینکه معنی کلمه مغولی مینگ به معنی هزار هست و یا اینکه اصلا کلا بخوایم بر اساس این اسم تحقیق کنیم قطعا به جایی نمیرسیم و نظرش هم اینه که برای شناخت دقیق بهتره که ساکنان قدیمی و الگوهای مهاجرت اقوام منطقه را بررسی کنیم تا به یک نتیجه بهتری برسیم، که به نظر من هم این کار عاقلانه ایه. پس این بار بیایم از منظر تاریخ منطقه به قضیه هزاره ها نگاه کنیم. اینکه دقیقاً به کدوم مناطق میگن هزارستان یا هزارجات واسمون اصلا مهم نیست، چون در منابع مختلف شهرها و بخشهای متفاوتی رو معرفی کردن. اما به طور خلاصه هزارستان میشه ناحیه کوهستانی در ارتفاعات مرکزی کشور افغانستان امروزی. این منطقه وسیع کلی رودخونه و دره و چشمه داره و اصلا به خاطر همین، یعنی اصلا وجه تسمیه کلمه هزاره اینه که میگن چون توی منطقه هزار تا کوه و هزار تا چشمه و هزار تا دره وجود داره بهش کلمه هزاره رو گفتن. و این کلمه هزاره از همین هزار چشمه و کوه و دره اومده. با این توضیحات هزارستان میشه یه جایی بین کابل و هرات و قندهار و مزار شریف. اما شاید مهمترین شهر این بخش رو بتونیم بامیان در نظر بگیریم. بامیان با اون مجسمه های عظیم بودا که متاسفانه در حمله طالبان از بین رفتن. خلاصه حالا این جغرافیایی که دربارش صحبت میکنیم در طول تاریخ با اسامی مختلفی ازشون یاد شده. اسامی مثل بربرستان و قرجستان. در شاهنامه هم از بربرستان صحبت شده و میگن که این بربرستان مطابق با جغرافیای همین هزارستان امروز است. حتی به خاطر همین مسئله در ایران هم به هزاره هایی که به ایران مهاجرت کرده بودند بربر میگفتند. اسمی که خود هزاره ها دوست نداشتند. اما یک نکته جالب اینه که تا به حال، یعنی این نکته رو من نمیدونستم، اینه که اسم نون بربری هم از همین کلمه بربر گرفته شده. علامه ده خدا میگه در دوره قاجار چند نفر از اهالی بربر در تهران این نون رو رواج دادن و به خاطر همین معروف به نون بربری شد.
البته در خود افغانستان هم نونی هست به اسم پنجکش که شبیه همین نون بربریه و فکر میکنم واقعا اصل نون بربری هم برمیگرده به همین قوم هزاره که توی ایران به بربر معروف بودن. بگذاریم، این بامیان که گفتیم شهر مهمی در هزارستانه، یعنی حدود 1500 سال قبل از حمله مغولها به خراسان یا افغانستان امروزی مرکز آیین بودایی بود، یعنی میشه تقریبا 2200-300 سال قبل. به خاطر همین سالانه هزاران زائر چینی به این منطقه می اومدن و اینجا رفت آمد داشتن، چینی ها و تبتی ها و در کل مردم شرق آسیا هم که از نژاد زرد بودن با همون ویژگی های ظاهری و چشمانی بادومی. البته فقط چینی ها از نژاد زرد نبودن، مغول ها و ترک های آسیای مرکزی هم از همین نژاد بودن که در آینده بهشون میرسیم. خلاصه بامیان تا قرن‌ها یکی از مراکز گسترش بودیسم بود که کلی هم پیرو از مردم نژاد زرد داشت که به این منطقه سفر می‌کردند. حالا اون سال‌ها که بامیان در اوج بوده، امپراتوری بوده به اسم کوشانی‌ها که توی این منطقه هم حکومت می‌کرد. یعنی بین سال‌های 40 تا 220 میلادی. پس به خاطر همین هزاره‌ها اعتقاد دارن که کوشانی‌ها هم هزاره بودن. چرا؟ با توجه به سکه های قدیمی پیدا شده توی بامیان، نقاشی های روی دیوارهای معبد و اطراف تندیس های بودا، نقاشی های بجامونده از زمان آخرین شاهان کوشانی و شکل فیزیکی تندیس ها میشه نتیجه گرفت که ساکنان این منطقه تا حدود 2300 سال پیش هم چهرهی شبیه به هزاره های امروزی دارن. پس بر اساس این مستندات بجامونده چهره مغولی ساکنان هزاره افغانستان رو نمیشه فقط به حمله مغول و حمله امیر تیمور نسبت داد. حمله‌ای که نسبت به تاریخ 2000 ساله بامیان خیلی جدیدتر محسوب میشن. با این حال فکر کنم بهتره بدونیم که خود این کوشانی‌ها کیا بودن، از کجا اومده بودن و چرا چهره‌ای شبیه مغول‌ها و شبیه هزاره‌های امروزی داشتن. کوشانی‌ها هم دوره امپراتوری هان در چین و امپراتوری اشکانی و ساسانی توی ایران بودن. کوشانی ها شاخه‌ای از اقوام ستی یا یوئچی ها بودند که در شمال غرب چین ساکن بودند و بر اثر فشار اقوام دیگه توی منطقه‌ای که ساکن بودند مسکن خودشون رو رها میکنن و به سمت شرق، یعنی به سمت رودخانه جیهون و سیهون و بعد هم تا جنوب افغانستان و رودخانه سند میرن. این قوم هم از نژاد زرد و یا احتمالاً مخلوطی از زرد و سفید بودند. به خاطر همین هزارها اعتقاد دارن که کوشانی ها هم نژاد هزارها هستند. اما بعد از کوشانی ها یفتلی ها یا به قول تاریخ نگاران عربی حیاتله یا همون هپتالیان روی کار اومدن و بین سالهای 420 تا 567 میلادی هم حکومت مقتدر رو داشتن و بارها هم با ساسانیان اونا جنگیدن. این هپتالیان هم از قبایل ستی با همون ترکیب فیزیکی و چهره بودن و خیلی از مورخان یفتلی ها یا هپتالیان رو ترک معرفی کردن که تونسته بودن بلخ یا تخارستان رو هم مرکز خودشون کنن. در واقع مدت ها یفتلی های ترک هم بر این مناطق مورد بس حکومت می کردن. بنابراین مدت ها پیش از ظهور مغول ساکنان هزارجات امروز در معرض تأثیرات اقوام قدیمی تر و ترک زبان با ویژگی های فیزیکی شبیه مغول ها قرار گرفته بودند. بعد ها هم که مغول ها و امیر تیمور به این مناطق حمله کردند و خب طبیعتا اثرات بیشتری رو هم بر مردم این منطقه گذاشتن. در واقع تأثیر مغول ها بر هزاره ها قابل انکار نیست، همچنان که کسی نمیتونه تأثیر تاجیک ها بر مردم هزاره را انکار کنه. سربازان مغولی که به افغانستان امروزی اومده بودن اوایل فقط مغولی صحبت میکردن، اما کم کم در مجاورت تاجیکا که گفتیم از اقوام قدیمی و فارس زبان افغانستان هم هستن، زبان مغولی خودشون رو از دست دادن و از زبان فارسی تأثیر گرفتن. هزاره هایی که گفتیم از نژاد زرد بودن و زبان مغولی یا ترکی داشتن، اونا در طی سالهای همزیستی با تاجیکا تحت نفوذ زبان و فرهنگ فارسی قرار گرفتن و علاوه بر این، یعنی هزارها علاوه بر این که از تاجیک‌ها و ترک‌ها تأثیر بردن، از پشتون‌ها که همسایه شرقی هزارها بودن هم تأثیر پذیرفتند و همه اینها به خاطر قرن‌ها همزیستی اقوام کنار همدیگه به وجود اومدن. حتی اختلاط هزارها با ازبک‌ها که از لحاظ ظاهری شبیه هم بودن هم تأثیر زیادی رو در فرهنگ اونا گذاشته. بنابراین بر اساس اون چه که خوندیم و گفتیم، برای کسانی که تمایل دارن در یک یا حد اکثر چند خط جواب سوالشون رو به طور خلاصه بشنون، بگیم که
هزاره ها یکی از قدیمی ترین ساکنان منطقه‌اند و آمیزه ای از نژادها و گروه های قومی مختلفند که لشکریان چنگیز خان و امیر تیمور فقط بخشی از اونهاست و ساختار قبیله ای و زبانی هزاره ها هم تا حد بسیار زیادی از همه این مردم گوناگون تأثیر پذیرفته. احتمالا نیاکان هزاره ها ترکای آسیای مرکزی و شرقی هستند که از حدود 2000 سال پیش به این مناطق کوچ کرده بودند. البته این نکته رو هم بگیم که ترک ها خودشون قبایل بسیار زیادی داشتن با اسامی مختلف. یعنی نمیشه گفت هزاره ها فقط باقی مونده کوشان ها هستند، چون امروزه تو بدنه هزاره ها تاتار، قارلوق، قبچاق، ترکمن، نیکپی، مغول، نکودری و چندین قبیله دیگه هم داریم که هر کدوم مربوط به شاخه خاصی از ترک ها هستند که توی دورهای مختلف وارد این منطقه شدن. در واقع بیشتر توایف ترکی که قبل از اسلام و تا پیش از دوره مغول ها وارد این منطقه شده بودن رو میتونیم به عنوان هزارها در نظر بگیریم که زبانشون فارسی شده، ولی توایف ترکی که بعد از مغول ها به سمت خراسان سرازیر شدن رو جدا از هزارها میگیم، مثل ترکمن ها و ازبک ها. در مجموع صحبت های این چند ثانیه آخر میشه خلاصه 23-24 دقیقه قبل و در پاسخ به افرادی بود که هزارها رو فقط باقی مونده لشکر مغول ها میدونستن. خب دیگه با این توضیحات فکر کنم حالا دیگه وقتشه بریم سر وقت زبان و مذهب هزارها. درباره مذهب هزارها هم گفتیم که عمدتاً شیعه هستن. قبلا هم گفتیم که اصلا اگه قرار باشه هویت هزارها رو توی 3 تا کلمه توصیف کنیم، شاید زبان فارسی، مذهب شیعه و چشم‌های کشیده و صورتی متفاوت مناسب‌ترین کلمات برای توصیف اونها باشه. درباره چشم‌های کشیده و نژاد زرد هم صحبت کردیم و حالا ببینیم که چطور شد که هزارها شیعه شدن. گفته میشه بعضی از اونها در دوره قازان خان، یعنی هفتمین ایلخان، بعد از اون برادرش اولجایتو و بعد هم در دوره پسر اولجایتو یعنی ابو سعید در دوره ایلخانیان شیعه شدن. اما سیر فرایند شیعه شدن هزارها در دوره صفویان سرعت گرفت و تکمیل شد. در حقیقت نمیشه یک تاریخ دقیق رو به عنوان انتخاب مذهب شیعه توسط هزارها گفت و این فرایندی بوده که در طی دوره‌های مختلفی صورت گرفته. حتی گفته میشه از همون ابتدای اسلام اونها شیعه شدن. با این حال اونچه که مهمه همین مذهب یکی از دلایل حوادثی که بعدها بر سر هزارها میاد. متاسفانه در طول تاریخ بعد سیاسی موضوع مذهب برای هزارها خیلی مهم و اثرگذار بوده. با اینکه بارها گفتیم تسنن و تشیع در اصول مهم دینی اختلاف اساسی با هم ندارن، ولی در بعد سیاسی و با بهانه قرار دادن مذهب بارها با هم دیگه درگیر شدن و جنگ‌های خونین رو هم به راه انداختن. طی 2 سده گذشته هزارها در افغانستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و گاهی به خاطر شیعه بودن از حقوق پایه و اساسی یک انسان محروم شدن، مخصوصا بین سالهای 1880 تا 1901 میلادی در دوران حکومت عبدالرحمن که اجحاف زیادی به هزارها شد که گاهی این کشتار و آزار و اذیت رو نسل کشی یا قتل عام هزارها میگن. اینجا فقط میخواستم اشاره کنم که عبدالرحمن به کمک علمای اهل تسنن هزارها رو کافر اعلام کرد و به جهاد علیه اونها دست زد که در یک قسمت جداگونه مفصلا درباره این موضوع صحبت میکنیم. اما متاسفانه آزار و اذیت به بهانه دین و مذهب فقط محدود به افغانستان و دوره عبدالرحمن هم نمیشه و در طول تاریخ بارها این موضوع اتفاق افتاده، مثل آزار و اذیت سنی ها در دوران صفویه یا آزار و اذیت مسیحیان و یهودیان در دوره از خلافت فاطمیه توی مصر که قبلا دربارشون هم صحبت کردیم. قبل از بستن موضوع مذهب این نکته رو هم بگم که وقتی میگیم هزاره ها شیعه هستن، منظور این نیست که فقط شیعه 12 امامی هستن. شیعه اسماعیلیه و زیدیه هم در بین اونها هست که خب یه جوره کمترن. اما این نکته رو هم بگم که درست اغلب هزاره ها شیعه هستن، اما بعضی از اونها هم اهل تسننن، مثل هزاره های شیخ علی، بادقیس و فیروزکوهی که جمعیت اونها هم همچین کم نیست. بگذاریم، تا اینجا درباره چهره خاص و مغولی هزارها و مذهب اونها گفتیم و حالا هم کمی درباره زبان این قوم حرف بزنیم. البته به طور خلاصه اگه بخوام بگم زبان هزارها فارسی دریه. در واقع بهتر اینجوری بگیم که گویش هزارگی ترکیبی از زبانهای فارسی و مغولی ترکیه.
اسکلت استخونبندی این گویش فارسی دریه که واژه‌های مغولی ترکی هم داره. تقریبا 80% این گویش فارسی، 10% کلمات مغولی ترکی و 10% از بقیه زبان‌ها توی این گویش استفاده میشه. یعنی به خاطر تأثیر زبان مغولی و ترکی، گویش هزارگی کمی متفاوت‌تر از بقیه گویش‌های فارسی در تاجیکستان و ایرانه. بذارید این نکته رو درباره لهجه یا گویش‌های فارسی هم بگم تا دقیق متوجه منظورم بشید. زبان فارسی تنها زبان منطقه است که ایران و افغانستان و تاجیکستان رو به هم پیوند میده. حالا هر کدوم از این مردمان داخل مرزهای سیاسی کشور خودشون هم گویش‌های متفاوتی دارن. مثلا در ایران گویش‌های تهرانی، گیلانی و اصفهانی داریم و در افغانستان هم گویش‌های کابلی و هراتی و هزارگی و توی تاجیکستان هم گویش‌های مرکزی، خوجندی و کولابی وجود داره. حالا در انتها واسه اینکه با این گویش بیشتر آشنا بشی، این شعر زیبا رو با گویش هزارگی بشن. خدایا بالو پر می دادی ما را، بوی از ای کتل گذر می دادی ما را. پیش از تحقیق گسترده درباره هزاره ها میشنیدیم که یه عده میگفتن که هزاره ها هیچ تاریخی ندارن و دارن با نوشتن کتاب های جدید برای خودشون تاریخ میسازن. بعد واسه همون سوال پیش اومد که فرض کنیم این حرف درست باشه، چرا باید هزاره ها چنین کاری بکنن؟ این بود که بعد کم کم فهمیدیم که تقریبا از سال 1890 به بعد هزاره ها چه بلاهایی رو تحمل کردن و البته در مقابل چه دردسرهایی رو هم برای حاکمان افغانستان ایجاد کردن و چه قیامهایی رو هم داشتن. این بخش از تاریخ هزاره ها که پر از حوادث تلخ است واسه ما کنجکاو برانگیزتر بود و ما میخواستیم فقط درباره این بخش بخونیم و ویدئو بسازیم، اما بعد به این نتیجه رسیدیم که باید اول خود هزاره ها رو بشناسیم و ببینیم اصلا هزاره ها کیا هستن و بعد ببینیم که چه حوادثی رو از سر گذروندن. به خاطر همین این قسمت تولید شد تا نتیجه مطالعات درباره هزاره ها رو با شما هم در میون بذاریم، ولی هنوز مطلب اصلی که محرک ما برای تحقیق درباره هزاره ها بود رو نتونستیم بگیم و چون میدونیم این مطالب هم زیادن، پس مطالب مربوط به تاریخ معاصر هزاره ها رو نگه میداریم تا در آینده خیلی نزدیک دربارش ویدئو بسازیم. در پایان لطفاً اگه شما هم از هزاره ها هستید و آزمایش ژنتیک دادید، خوشحال میشیم نتیجه آزمایشتون رو برای ما ارسال کنید تا ما هم بتونیم این نتایج رو با مخاطبان عزیز هم به اشتراک بذاریم. طبق معمول منابع هم در انتهای ویدئو و هم در توضیحات قرار دارن. البته فایل PDF کتاب ها رو در کانال تلگرام دروازه تاریخ به آدرس The Gate of History بدون فاصله میذاریم تا بهشون دسترسی هم داشته باشید. در مجموع برای کسب اطلاعات و راه‌های ارتباطی بیشتر هم میتونید از سایت دروازه تاریخ به آدرس historygate.ir دیدن کنید و هم اینستاگرام کانال به آدرس historygate.ir رو دنبال کنید. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.